إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در آیات بیانات سوره شریفه بقره آیه 256 رو الان بازگو میکنیم، آیه ای که به دنبال آیه پیشین که آیت الکرسی است محسوب می شود و همیشه به انضمام آیه پیشین و آیه بعد سه آیه رو تشکیل می دهند که در حکم آیت الکرسی محسوب می شود. آغاز آیه رو اشاره کردیم که فرمود لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. اشاره شد که الدین الف لامی که در اینجا مطرح است مشخص عهد ذهنی است. همان دین، کدام دین رو مطرح می کند؟ دینی که الله لا اله الا هو، دین لا اله الا الله رو، یعنی توحید. گفتیم اون حقیقت و لب و لباب دین رو توحید تشکیل می دهد و بقیه اصول و بقیه فروع همه قشوری هستند که اطراف این لب و این مغز و محتوا رو فرا گرفتند. حقیقت دین توحید است. هنگامی که انسان‌ها به مراتب توحید بیشتر نزدیک می‌شوند، به اون ظرائف و باریکی‌های زیبای دین بیشتر آشنا می‌شوند و واقعاً به حقیقت دیندارتر خواهند شد و دوری از توحید انسان رو از مفاهیم نورانی دین بی‌بهره و بی‌نصیب می‌کند. فرمود لا اکراه فی الدین، در این دینی که اون ماهیت و جوهر اون رو توحید خالصانه تشکیل میدهد اکراهی نیست. اشاره کردیم کلمه اکراه از دو ریشه گرفته میشود، یا از کره یا از کره. اینو میافزایم به بحث قبل که کلمه کره رو اگر در لغت نگاه کنیم زد و نقطه مقابل طوع است. کره و طوع یعنی اجبار بیرونی، فشاری که از بیرون وارد می شود. اما کره به معنای اون فشاری است که از درون خود انسان ایجاد میشه. این دیگه ضد طوع نیست. کره کراهت ضد ارادت است. کره و اراده اینه که انسان به اراده کاری رو انجام میدهد یا به کره انجام میدهد. اون فشار درونی رو کره میگوید. اما اصل این جمله چه شد؟ لا کراهه فی الدین، در دین کراهت و کرهی نیست، کرهی نیست. چه معنا کنیم و چه شیوهی فهم کنیم این کریمه مبارکه و این جمله کوتاه و عمیق و پرمحتوا رو؟ باز هم گفته شد که این جمله میتواند شکل خبری داشته باشد یا انشائی. نمونه های اون رو گفتم، تکرار نمی کنم. یعنی اینکه یا خداوند در اینجا میفرماید که در دین اکراهی وجود ندارد، خبر میدهد از نبودن کراه و کره در دین، یا اینکه دستور میدهد به مسلمانان که در دین اکراه وارد نکنید. یکی از این دو شیوه میتوانیم جمله را از جهت ادبی معنا کنیم. بسم الله.
بررسی میکنیم با هر دو حالت و همه این موارد درست است و قابل استفاده از این جمله زیبا، دقیق، عمیق. اما اینکه فرمود لا اکراه فی الدین به این معنا باشد که ما از کلمه کرح بگیریم و بگوییم که خداوند توصیه می کند که اکراه در دین وارد نکنید، یعنی دین رو به جبر و فشار بر دیگران تحمیل نکنید، کاملا دقیق و درست است این پیام و این دستور. و مراد از این بخش از آیه الکرسی و این آیه ملحق اون هم همین اگر باشد، قابل قبول و منطبق با بقیه موضوعات و آیات شریفه قرآن است. و اساساً پشت این حرف یه منطق عقلی وجود دارد که لا اکراه فی الدین، دین یه مقوله ای نیست که با کرح و با فشار این رو بتوان بر دیگران تحمیل و وارد کرد. یک پشتوانه عقلی که در اینجا وجود دارد این نکته است که اساساً در دین گفتگوی جزا و پاداش به میان می آید، یعنی مفهوم دین هنگامی که از مقام عقیده و باور به عمل منتهی می شود به دنبال اون چیست؟ یا جزای الهی است یا پاداش خداوندی است، یا کیفر و عقوبت است یا پاداش و مثوبت و ثواب خداوندی است. آیا مقوله ثواب و مقوله عقاب، آیا پاداش و کیفر با تحمیل و کره قابل جمعند؟ ابدا. جایی که جبر به صحنه آمد بدانید به دنبال آن جزا هیچ مفهوم عقلی و منطقی ندارد. اگر همه انسان ها مجبور به طاعت خداوند می بودند از بیخوبون جهنم و بهشت باطل بود فلسفه اون. اگر تمام انسان ها مجبور به عدم طاعت می بودند همینطور نه بهشت مفهوم داشت نه جهنم. بنابراین اگر فرمود لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین و قبول دین اکراه نکنید کسی رو، کسی رو مجبور نکنید که دیندار باشد، به دین و دیانت و شریعت بپیوندد و بپذیرد. مثلا شما مسلمانان کسی رو به اکراه و جبر و اجبار نمیتوانید وادار به پذیرش اسلام بکنید، کاملا منطقی است این دستور، به دلیل اینکه دین منتهی به پاداش و جزای الهی میشود و این مفاهیم هرگز امکان ندارد قابل جمع با جبر و کرح و اکراه باشد به هیچ وجه من الوجود. نکته دومی هم در همین جهت وجود دارد اگر این بحث و این قرائت را از این آیه شریفه داشته باشیم، و اون این است که نوعاً مباحث اعتقادی و ادراکی از نوع مقولاتی هستند که امور قلبی هستند. یعنی چه؟ اینو بیشتر توضیح میدم خدمت عزیزان. یه نوع مسائل هستند که اینها جزء اعمال خارجی هستند، اما یه نوع مسائل ما داریم که اینها امور قلبی هستند. اینها رو به اصطلاح عرب میگن عقد القلب، یعنی اموری است که در درون انسان و با درون انسان سر و کار دارد، مانند محبت، مانند بغض و نفرت. شما نسبت به کسی و یه چیزی احساس محبت میکنید، آیا کسی میتواند محبت رو به جبر خارجی به شما تحمیل کند؟ آیا محبت یه مقوله است که با اجبار و اکراه جمع میشود؟ ابدا چنین نیست. هیچگاه هیچ حبی رو از برون نمیتوان به کسی تلقین کرد و با فشار در درون اون وارد کرد، و هیچگاه هیچ بغضی رو و نفرتی رو نمیتوان از برون بر کسی تحمیل کرد و وارد کرد، ابدا چنین نیست. محبت آن است که از درون میجوشد، نفرت آن است که از درون برمیخیزد. اینها یه امور قلبی هستند، نه یه امور به اصطلاح بیرونی و خارجی. ادراک و باور و عقیده هم چنین حالتی رو دارد. نوعا مدرکات ما انسان ها و اون باورهای ما، اینها یه اموری نیست که کسی بتواند از بیرون اینها رو به ما تزریق کند با تحمیل و فشار، بگوید باید چنین معتقد باشی. اگر کار به اونجا رسید که کسی به باید معتقد باشد، هرگز معتقد نخواهد بود، چون این پارادوکسیکال میشه اصلا، یه حالت متناقض برای انسان پیش میاد. باور امری است که از درون آدمی رو وادار می کند و می جوشاند و می کشد به سوی خودش و جذبه درونی دارد.
اگر بحث جبر و اکراه بیرونی باشد اصلا چنین چیزی محقق نخواهد شد. بنابراین اگر فرمود لا اکراه فی الدین و مفهوم جمله رو یه جمله خبریه و دستوری بدیم، یه جمله انشائیه و دستوری بدانیم که خداوند میفرماد که در دین و در پذیرش دین ابدا به هیچ وجه من الوجوه کسی رو اکراه به دین و وادار به دین نکنید، پشتوانه عقلی داره این بحث، پشتوانه قلبی داره، کاملا روشن است، منطقی و درست. و همین معنا هم همانی است که بیشتر مفسران از آیه شریفه استفاده می‌کنند و بازگو می‌کنند. به همین خاطر گفته می‌شد عزیزان که به هیچ وجه در اسلام ما پذیرش بدوی اجباری ابدا نداریم. یعنی در مقام اول و اون لحظه نخستین اسلام خودش رو مرزه می‌کرده است. آن کسانی که میپسندیدن میپذیرفتن، به صحنه میآمدن، فبها خوش آمدید، اما هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اگر گروهی نمیپسندیدن و پذیرشی نمیداشتن، اجباری به پذیرش برای هیچ کس وجود نداشت. دیروز و امروز هم ندارد، الان هم حقیقت اسلام همین است. اصل دین باوری و پذیرش دین هرگز با تحمیل و چماق جمع نمیشود. باید یه امری باشد که پذیرش درونی و قلبی خود انسان‌ها وجود رو مستعد و فراهم کند برای باور این دین، تن دادن به اون، باورمند شدن و عمل کردن. این نکته ایست کاملا روشن. البته اینجا یه دستانداز کلامی هم وجود داره که من اشاره میکنم که این قسمت رو تمام کنم، اون نوع دوم تفسیر رو بازگو خواهم کرد، محضران بارکتون. به اون این است، همینطور که اشاره کردیم در اصل پذیرش دین لا اکراه فی الدین، هیچ جبری نیست. این رو هم بدانیم قبل از اینکه این داخل پرانتز عرض کنم، این جمله رو هم بگم. به همین خاطر است که میبینید در آیات شریفه قرآن ما هرگز برای دیندار کردن کسی نمیبینیم که به شما بگویند دست بر قبضه شمشیر ببرید. اگر جهاد رو در اسلام میبینیم، جهاد اسلام جهاد تدافعی و حیثیتی است، یعنی از ناموس و جان و وطن و آیین و فکر و باور به تمام وجود ایستادگی کردن و مقابله کردن شرافت جهاد دارد، نه اینکه انسان برای وجبی، خاکی، مرزی، ارضی و امثال اینها بخواد هجمه کند و حمله کند. چنین چیزها نیست. ما هجوم ابتدایی و اینچنینی رو به عنوان کشورگشایی، جهانگشایی و دیگران رو با قبض شمشیر متوجه به حقیقت دین کردن نداریم در اسلام. به هیچ وجه این نیست که زیر بنای شریعت بخواهد جبر باشد. به صراحت ده ها آیه و سخن پیشوایان دین و سیره عملی خود رسول خدا، نه، جهاد در اسلام جنبه تدافعی دارد، جنبه صیانت و حفظ. لذا ببینید وقتی که بحث وجوب جهاد میشد، اذن اولین آیه‌ای که میاد و رخصت میدهد به مسلمانان مقابله را، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير. خداوند رخصت میدهد این انسانهای مسلمان مظلومی که چنین در حجم قرار گرفتند، به تمام قدرت و شدت برخیزند و مقابل ظلم ایستادگی کنند و خداوند نصرتشون خواهد کرد. این اولین آیه سوره مبارکه حج که برای مسلمانان رخصت جهاد رو میدهد در مدینه. پس بنابراین این جهاد یه حربه نیست که این راهی باشد، راهکاری باشد برای اون که بخواهند از این طریق به دیگران رو به جبر و کره وادار پذیرش اسلام بکنند. چنین چیزی وجود ندارد، منطقا نه با آیات نه با روایات هماهنگی و سازگاری نخواهد داشت. اون داخل پرانتزی که عرض کردم لازم اون هم گفته بشه این است که بله، کاملا صحیح هست، این نکته رو استفاده میکنیم و تصدیق و تأیید میکنیم که از آیه برداشت میشود. اما اصل پذیرش اسلام منطبق با این آیه، اما بعد از پذیرش اگر کسی آمد اسلام رو پذیرفت و در جرگه مسلمانان پیوست، آیا باز هم میتواند با ولنگاری، آیا باز هم میتواند با بی‌اعتنایی به قوانین جمعی و فردی اسلام هر گونه که خواست عمل کند و هیچ حیثیت و حقی برای اعتبار اجتماعی مسلمانان قائل نباشد؟ آیا به هر شیوهی که خواست میتواند در قالب دین و دیانت زندگی کند؟ از
آیه شریفه چنین چیزی هم استفاده می شود؟ ابدا، چون باز این هم پشتوانه عقلی دارد. اگر چنین چیزی لازم باشد از آیه شریفه استفاده بشه، باز یلزم من وجودهی عدم، و لازم میاد از اصل پذیرش دین بیدینی، یعنی در ماهیت دین اونقدر قمام و مایه نیست که خودش رو حفظ کند اگر چنین چیزی گفته بشه. ما در اصل پذیرش دین جبری نیست، اما اگر پذیرفتید و اومدید، بعد اونگاه در مواردی است که اون حیثیت اجتماعی اسلامی موجب میشه که در پاره از قوانین دین تعزیرات میاد، احکام شریعت میاد، کیفر میاد، جزا میاد، حدود اسلام میاد و امثال اینها میاد. اگر آمد و مسلمان شدی، مال مردمان بردی و شرایط در تو جمع شد، خواهن گفت فقط او، اونگاه لبه تیغ رو خواهید دید و انگشتان برباد رفته رو. این کره هست یا نه؟ این کره، اینجا نمیتونیم بگیم لا اکراه فی الدین. نمی توانیم که هزار گونه مسئله در جامعه اسلامی پیش بیاد، هر گونه هر کسی خواست رفتار و عمل کند، حدود خدا و خلق رو پاس ندارد، بعد بگوید لا اکراه فی الدین. این اصلا به طور کلی باز مشخص منطقاً که جایگاه و ورود آیه شریفه اینجا نیست و چنین بحثی رو مطرح نمی کنه. پس از آیه شریفه اگر استفاده کنیم به عنوان یه دستور در شریعت، حکم خداوند این است که در پذیرش ابتدایی دین اکراهی و اجباری وجود ندارد و تحمیل اصلا با این مفهوم سازگاری نداره، چون این مفهومی است که در اون مثبت منفی وجود داره، جزا و کیفر وجود دارد و مفاهیم این چنینی باید در عین انتخاب و در عین اختیار باشد. مفهوم دین یه مفهومی است که حل دین و الا الحب، الدین هو الحب و الحب هو الدین، دین حب است و حب دین، ادین و بدین الحب انا توجهت. مفهوم دین مفهوم حبی و محبتی است و مقولات محبتی جز از درون نمی جوشد و با تحمیل و کراهت هیچ راهکاری برای اون دیده نمی شود و مقبولیت ندارد و مردود است. پس این کاملا روشن. به همین خاطر سیره همه انبیاء الهی این بود است. این یه چیزی نیست که فقط در مورد اسلام باشه. این به همون معنای دین توحید اصلا مرام این است. دعوت خودشون رو مطرح میکردن بزرگان، اما دیگه اینها اصراری و اجباری بر این امر ندارن. دیگه اینها به تعبیر امروزی ما نامه فدایت شوم هم برای کسی نمی نوشتن که به خاطر نمیدانم سابقه دوستیمون، به خاطر فلان بیایید و ایمان بیاورید و دین بیاورید و توحید بپذیرید و چه بکنید و اونچنان ابدان. چنین مقولاتی نیست. بعد از حال بشر دلها قانع می شد، انگاه به سوی دین می آمدن، ولو نزدیکترین کسان پیغمبر مکرم اسلام باشد، ولو عموی پیغمبر باشد، ولو نزدیکان دیگر نبی مکرم باشد، حکم این است و لا غیر. خب این یه معنا. اما معنای دومی که این رو هم باز از خود آیه شریفه به همراه باز اون استفاده هایی که از سخنان خود نبی مکرم و اهل بیت خاتم انبیا محمد مصطفی می توانیم برداشت کنیم، عرض می کنم مفهوم دوم، نوع دوم استفاده از لا اکراه فی الدین به شکلی باشد که جمله جنبه انشائی و دستوری نداره، بلکه جمله خبری است. یعنی دارد یه گزارشی رو قرآن مطرح می کند به شما که در دین اکراهی نیست. این یعنی چه؟ بسیار زیبا و این هم کاملا دلنشین و قابل قبول و استفاده است این شیوه نگاه به آیه. همونطور که تقسیم کردیم کره و کره رو، گفتیم کره اون امری است که از درون انسان آدمی رو وادار کند به یه امری، یه امر کشش درونی و جبر درونی باشد. لا اکراه فی الدین، در دین و ماهیت دین هیچ کراهتی و هیچ اکراهی با وجود، فطرت و عقل آدمیان دیده نمی شود. مقوله دین یه امری نیست که دینداری و دین ورزی مقابله با عقل و فطرت انسان از درون داشته باشد. پدیده دین یه امر مقبول، یه امر فطری است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. یه مقداری این قسمت رو با هم باز کنیم و بیشتر ببینیم. دین مقوله است که انسان رو به آشنایی به ابتدای وجود و انتهای وجود می‌خواند
و این سؤال فطرت انسان و عقول بیدار بشری است. همیشه انسان ها میخواستند بدانند که ز کجا آمده ام، از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. این که انسان ها دوست میداشتند نقطه آغازین رو بشناسند و نقطه انتهایی رو بدانند، متولی تبیین دقیق و صحیح چنین سخنی و چنین مکتبی ادیان الهی بودند. هیچ کسی نتوانسته است جز ادیان تفسیر درستی از نقطه آغاز وجود و تفسیر ثوابی از پایان وجود و خلقت ارائه کند برای انسان ها. تو اینجا گیجی و تحیر در همه اسمها و تفکرات غیر الهی وجود دارد. دیگه بالاخره به نیروانا پیوستن بودیسم نمادیست از اوج این کار که بالاخره اون به کجا می رود، به ناکجا آبادی می رود، که تحلیل درست و تفسیر درستی در خود متون اونچنانی هم نیست. چه برسد به اون که دیگه این مکتب‌های اونچنانی که در طی این سال‌های اخیر اینها رشد پیدا کردن به ادله اقتصادی و امثال اون در میان جامعه بشری. این ادیان الهی هستند که دقیقاً کجایی بودن، این که اصل مطالب ثلاثه و علم، مطلب و ما و مطلب و هل مطلب و لم، فلاسفه میگویند اون اصل مطالب ثلاثه و علم، مطلب و ما و مطلب و هل مطلب و لم، لمه بحث این است، یعنی بحث چیستی، چرایی، چگونگی. این سه نکته است که همیشه تو ذهن انسان ها در مورد وجود، زندگی و حیات و دنیا وجود دارد. چیستی دنیا، چرایی دنیا، چگونگی دنیا. میشه مطلب و ما، مطلب و هل مطلب و لم، ما هل لمه. سه تا سوال در عربی میشه که این سه تا نکته پارسی رو دستاورد اون خواهیم داشت. این ادیانن که چیستی، چرایی و چگونگی رو تبیین میکنن، صادقانه تفسیر میکنن و روشن میکنن برای انسان ها. و در یک کلمه خلاصه میشود که انا لله و انا الیه راجعون. نشان میدهن که که از نهستان تا مرا ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق. خب این نکته بسیار مهمه، از برون آوردن و برون رفت انسان از تحیر. هیچ راه یافتی ندارد جز از طریق دین، متولی دیگری نمیتواند بیان کننده چنین حقایقی باشد جز صاحبان ادیان و جز پیامبران الهی. چنین نکته ای رو به ارمغان برای بشریت ارزانی میکنند در قالب دین. ادیان الهی بشر رو به چه دعوت میکنند؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب بدید اهل ایمان به خدا و رسول که دعوت میکنند شما را به چیزی که شما را زنده کند، به شما حیات حقیقی بدهد، یعنی تفسیر ثواب از زیستن و حیات. ادیان میان سطح حیات انسان رو ارتقا بدن. اینها میان از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوان یا آدم شدم، پس چه ترسم منز مردن کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که ناولیه راجعون. ادیان میان این سیر تکاملی رو بشر تفسیر کنند، تبیین کنند و ارائه کار بدند. به چه میخوانند؟ به سعادت دارین، به سعادت امروز و فردا. ادیان الهی میان سرمایه وجودی انسان رو به خود انسان برمیگردانند. اینها میان به انسان این خودباوری رو میدن که تو وجود گرانی داری، سرمایه نفیسی در جان و وجود توست، و بدان که قیمت هر کال دانستی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. اگر ندانی قیمت خودت رو، این متاسفانه به شیوه دیگری زندگی رو طی می‌کنی و در راه دیگری خواهی رفت. خب این مدعای اینها، منتها مطلوب معرفی شده، ماهیت خود دین چیست؟ تحسین عدل است و تقبیح ظلم. زیربنای ادیان الهی به حسن قبح است. حسن قبح، حسن عدالت است و قبح ظلم. تمام قوانینی که در دین تدوین میشه به نوعی منتهی به این میشه. یه جای اون به حسن منتهی میشه و جای دیگر اون به قب. اونجا که به حسن کشیده میشود اجرای عدالت است و تحسین عدل، اونجا که به قب مردود بودن ظلم است و تقبیح ظلم. خب ما چه چیزی در دین هست که عقل انسان و فطرت انسان
نه با آن مخالفت داشته باشه و کره در آن باشد، اجبار این چنینی باشد. لا اکراه فی الدین، دین یه مقوله است مطبوع، تبع پذیر، فطرت پذیر، معقول و عقل پذیر، و آن ماهیت و کلیت دین و مسیری که ادیان برای انسان معرفی می کنن، مخصوصا با اون معنایی که عرض کردیم که الدین بازگشت به اون الله لا اله الا هو. شما حقیقت توحید رو با هر اون مکتبی که در طول تاریخ غیر از توحید بودد مقایسه کنید، ببینید کدام رو عقل بشر میپسندد، کدام رو فطرت میپسندد. عقل سلیم به فطرت، آیا دو خدایی، سه خدایی، چهار خدایی، ده خدایی، 360 خدایی، همه خدایی، هیچ خدایی، کدام یک از این بحث ها رو بشر می تواند با مکتب الله لا اله الا هو و قل هو الله احد کنار هم بگذارد؟ کدام یک می توانند پهنه با توحید بزنند و می توانند چنین استوار و محکم بشریت رو برسانند به اون حقایق عالی، برسانند به اون حقیقتی که مظهر تمام جلال و جمال و کلی زیبایی هست در ذات او و صفات او دیده می شود؟ به کجا ره ببرد بشر که چنین منتها الیه پسندیده و جالبی در انتظار اون باشد؟ به این معنای دوم که عرض کردیم جمله جنبه چی پیدا کرد؟ پس جنبه خبری پیدا کرد. لا اکراه فی الدین، در حقیقت دین هیچ نیاز نیست کسی چاشنی اضافه کند به دین. شما دین رو همان گونه که هست بشناسید. اگر جلوه ای از دین برای شما مطرح کردن که عقل شما و طبع شما سریعا علامت سوال گذارد و دیدید نمیپسندد طبعتون و عقلتون این شیوه نگاه به دین رو، هیچ تردیدی نکنید که این تفسیر و این نگاه یا ناقص است یا باطل است. تبیین درست دین و تفسیر صحیح دین آن است که هیچ تنافی، هیچ ناهمگونی و ناخوانی با فطرت سلیم انسان و وجدان بیدار بشری و عقل روشن انسان نخواهد داشت. یا ممکن است از اون طریق ما تبیین درستی نبینیم که ادامه آیه خواهیم گفت، یا اون که مشکل از آن باشد که عقول انسانها زیر پوشش باشد، زنگارها که اون رو هم خواهیم گفت. هر دو رو خداوند سبحان در ادامه لا اکراه فی الدین عجیب مطرح میکند. این نکته رو نگفتن مفسران، ننوشتن مفسران، اما حقیقت در همین است که از قد تبین الرشد من الغی و از فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، این دو نکته ای که عرض کردم به روشنی استفاده می شود. یا تبیین درستی ارائه نمی شود، یا زنگارها مانع است، زنگاری که بر عقل است یا حجابی که بر فطرت است، یا فطرت فرو رفته در لجن که رنگ او و چهره او عوض شده است همان است که تعفن رو به جای عطر می پذیرد و عطر برای او گیج کننده است، یا اون عقلی که انارت العقل مکسوفون به تو الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویرا، این حباب ها روی عقل رو گرفته است، این قشرها لب رو نمیگذارد که انسان اولل الباب باشد، دارای لب باشد و سنجش لبیبانه و بخردانه در این حقایق از خودش نشان بده و عرضه کند. خب لا اکراه فی الدین، این یه معنا. حالا من در کنار این دو نکته رو در مورد اون بیان گفتیم، تبیین گفتیم، دو دلیل رو، اینجا هم این جمله رو اضافه میکنم، دومین قسمت رو التفات بفرمایید. یه مقداری بحث حالا نیم نگاه عرفانی هم به قضیه میتوان داشت در این قسمت دوم این بخش که عرض میکنم، و اون این است که شما غذایی رو که میل میکنید، یک غذایی که نوش جان میکنید، وقتی این غذا در وجود شما اون لذت عالی رو میبخشد، اون اثرگذاری کاملا جامع و مثبت رو می کند که شما این غذا رو ماهیتا بپسندید، یعنی واقعا مطبوعتون باشه این غذا، یک غذایی نباشد که منزجر از رنگ این، شکل این و طعم این باشید بخورید. اگر چنین غذایی بخورید، این غذا برای زندمانی خوب است اما برای زندگانی خوب نیست. این فقط آن است که بمانیم، نه آن کس که بالاخره تغذیه و تغذیه و تغذیه کنیم، نه این نیست. دوم این که
اگر شما همون غذای عالی هم که میپسندید یه کسی دهان شما باز کند، اینطور بگیرند و دهان شما باز کنند، چانتون یکی رو از بالا هم یکی بینی رو بکشند، بعد عسل ناب به اونچنانی، بهترین فیله ناب رو، بهترین گوشت اونچنانی رو، این رو بریزن هی درون حلق شما، هی فرو کنند به حلق جناب عالی، آیا از این غذا که بهترین غذا و لذیذترین غذای روی زمین است شما چه حالتی دارید؟ حالتی که اگر شما رو رها کنند آمادگی اون دارید که هر چرا گرفتید برگردانید، هر چرا دریافت کردید این رو باز پرداخت کنید، مثلا فرض بفرمایید. و حال که بهترین غذا سوالید، این غذا ماهیتا مشکلی نداره. چرا؟ چون این غذا رو با جبر به شما خورانیدن، به اکراه به شما، با کره به شما خورانیدن. هنگامی که جسم شما غذای به کره رو میگیرد، غذای غیر مطبوع رو میخورد و نمیپذیرد، کجا روح انسان، کجا جان آدمی با تغذیه اکراهی فربه میشود، کجا روح انسان دریچه های معنویت به او گشوده میشود و حال اینکه خوراک روحی خوراک مطبوع دلپسندی نباشد. همین حالتی که در جسم انسان هست لا اکراه فی الدین. دین راهکار تکامل انسانی است. خداوند چرا دین رو فرستاده است؟ برو معرفت خودش اولا. عزیزان هیچ تردیدی نفرمایید، گفتیم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. ما هیچ معرفتی برای خداوند، هیچ راهکار معرفتی نداریم برای ذات باری تعالی مگر و انت دللتنی، مگر تو دلالت کن، بکه عرفتو کن، مگر تو را به تو بشناسم، مگر خدایا تو مسیر رو برای من باز کنی، مگر انت کما اثنیت علی نفسک، تو خود نفس خیش رو برای من تبیین کنی و بازگو کنی و معرفی کنی، مگر لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو خود نگویی که هستی من نمیدانم کیستی. تمام این حقایق روشن و مبرهن است عزیزان. راه معرفت الله از طریق اوست. به چه الیک من که الیک، از او از تو به تو، هیچ راه دیگری نداریم. و خداوند این راه معرفت را از کجا برای انسان گشوده است؟ از دریچه دین و راهکار هدیان. این دین است که حقیقت معرفت الله را به روی انسان باز می کند و انسان را با خداوند آشنا می کند. با آشنایی از راه، از جاده و صراط و شاهراه دین آغاز می شود و صراط مستقیم که انسان به این حقایق میرسد. خب این دین ماهیتاً چنین ماهیتی رو دارد، مطبوع است، هیچ کرهی در اون نیست. لا اکراه فی الدین. باید این ماهیتش مطبوع باشد که بتواند بشر رو چابک کند، بتواند روح انسان رو سیراب کنه. مانند همون غذایی است که اگر نگاه کردی رغبتی نداشتی هیچ اثری در تو نمی کند، نه بهجتی می دهد، نه شادابت می کند، نه لذت و فرحناکی به تو می دهد. اما این ماهیت وقتی نگاه می کنید، اجزا اون رو، بخش های اون رو، صلات اون رو، زکات اون رو، عبادات اون رو، معاملات اون رو، مردمداری اون رو، تبیین حقایق معرفتی اصولی و زیرساختی دنیوی اخروی، تفسیر از عوالم مختلف وجود، وقتی این نگاه زیبا و جامع رو انسان به دین پیدا میکنه و به بیان تفقه در دین پیدا میکند، همه اون رو مطبوع میبینه، طبع پسند. و بعد هنگامی که کرح و کرهی هم نیست برای پذیرش، یعنی اجباری هم نمیشه، بعد روح انسان آمادگی داره که حالا سیراب بشه. حالا اینجا جان تشنه انسان، این کویر آتشناک آدمی میگوید که الیه، میگوید خدایا حال که به ما نشان دادی، حال که به ما چشان داد، چشانیدی بیشتر به چشان. بعد خواهد گفت که در مبنده مشک را، این مشک را ای رب بدین. خواهد گفت گوش ما گیر و بدان محفل کشان، که از رحیقش می خورندان سرخوشان. ای خداوند بزرگ، در رو باز کن و ما رو محروم نکن از آن چه بندگان خوبت رو محروم کردی. و این آتش در وجود آن انسان ضاعف الله بهی کل قدهات عطشی، ای شب و روز این عطش انسان برای فهمیدن و درک کردن افسوده میشه، تا جایی که میگوید الهی زدنی فی کتحیرا، خدایا در این
بی خودی شیرین و در این مستی معرفت خودت منو بیشتر فرو ببر و به من بیشتر بچشان و این لذت رو من خودت انشاءالله وارد کن در وجود من که لذت اون بهتر درک کنم. خب پس به بیان دوم، اینجا بحث دستور نیست که کسی رو اکراه نکنید، نه، حقیقتی رو قرآن گزارش میدهد و میگوید در ماهیت دین کراهت نیست. موضوع دین، محتوای دین مطابق طبع آدمیان، مطابق عقل و فطرت بیدار انسان هاست و در این حال چون مطبوع است و اکراهی در اون نیست، این روح پرور است. بهترین غذای معرفت انسان و عالی ترین موضوعی است که انسانها رو تربیت می کند و به تکامل می رساند. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. همونطور که اشاره کردم، حالا مطالبی که گفتیم از خود آیه بیرون میاد. چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی، اکراه نیاز ندارد چون همه چیز تبیین شده است. مطبوع و قابل پسند و پذیرش انسان است چون تبیین و شفاف سازی در اینجا وجود دارد. جایی که در آن پیچیدگی و قلق و نامفهومی عزیزان و پنهانکاری و پوشیدکاری وجود دارد. انسان گیج میشه وقتی مطلبی رو میخوان به انسان بگن، اما یه بار میگن تو نمیفهمی، اینا در حد فهم تو نیست، اینا نه لازم نیست بدانی، اصلا چیزهاییست که مربوط به شما. وقتی یه جوری یه مطلبی، یه مکتبی، یه اصولی رو به انسان انسان رو به فراماسیونی میبرن، به فراموشخانه میبرن، نقاب به چهره میز، اصلا انسان مات میمانه، چیز کجاست؟ هیچ تبیینی، هیچ روشنگری وجود ندارد. اما هنگامی که در مسیری و در مکتبی و در وادی، همه چیز شفاف و روشن گفته میشه. حدود خدا و حدود خلق، حدود معرفت بشر و حدود معرفت طبیعت، شیوه ارتباط انسان با خود، با خلق، با طبیعت، با او تبیین میشه، روشن میشه. مقصد کدام است؟ راه چیست؟ به کجا باید بروید؟ چی نیاز دارید؟ چی نیاز ندارید؟ عوالمی که در پیش دارید کدام است؟ وقتی همه چیز تبیین میشه به سهولت، اون هم به زبان تبیینی، نه به زبان پیچیده مغلق. بارها اشاره کردم وقتی به زبان قرآن مراجعه میکنید عزیزان، به زبان اهل بیت مراجعه میکنید، یه زبان شفاف و روشنه، یه زبان مغلقی نیست مانند بعض از اصطلاحاتی که در بعض از علوم داریم و عبارات بعض از صاحبان پاری از دانش ها که انسان یه صفحه از این کتاب، دو صفحه از این کتاب رو میخونه خسته میشه، دیگه میگذره کنار، ولو اهل تخصص و فن هم باشد دیگه خسته میشه به کناری میگذره. اما اینطور نیست. قد تبین الرشد من الغی، خداوند تبیین کرده و شفاف روشنگری کرده است، ابانه کرده است. چه چیز را؟ رشد را. از غی کاملا اینجا روشن و تاریک مشخصند، سفید و سیاه رو کنار هم چیده است، به شما گفته است. منتها تعبیر، تعبیر فوق‌العاده دقیق و زیبایی است. تبین الرشد من الغی، اینجا بحث رشد رو مطرح می‌کند خداوند. کلمه رشد یا رشد، فعل و فعل دیگه، رشد نقطه مقابلش من الغی، غی تعرف الاشیاء به ازدادها، از ددش میتونیم خود رشد رو بهتر بفهمیم. غی و غوایت، غاوی، غی به معنای گم کردن هدف و مقصد، یعنی بی هدف بودن. آن کسی که هیچ مقصد و مقصودی برای اون تصور نمیشود، این رو میگن غاوی. اما آن کسی که هدف رو مییابد، شناخته است، دقیق و به سوی اون هدف روشن حرکت می کند، نام این میشه رشید. این رشادت داره، رشد دارد. رشد هدفمندی روشن و مسلم و واضح است. قد تبین الرشد من الغی، در این دین برای شما دقیقا روشن شفاف سازی شده است که با هدف بودن کدام است، بی هدف بودن کدام است. شما چگونه اگر مشق کنید دارای هدف میشید، به یه مقصد روشن مشخص میرسید و لا خیر. خب ما دو نکته اساسی رو همیشه حاجت به اون داریم، گاهی در مباحث به زبانهای دیگری گفته شده است. گاهی انسان واقعا ممکن است از مهمتی هم میکند، اما نمیداند به کجا چنین شتابان، نمیداند به کجا، مقصد چیست، چرا باید برد، کجا باید برد، نمیداند انسان. الامه، حتامه، نمیداند به تعبیر عرب ها این رو.
خود شناختن هدف، این که انسان به کجا می رود. انسانی که نمی داند به کجا می رود به هیچ کجا نمی رود. هر مقداری که هدف برای انسان شناخته شده و تبیین شده باشد، عزم انسان جزم می شه، نیروی انسان فراهم می آید، توجه انسان معطوف به هدف می شه. از هرز رفتن به این سو و اون سو زدن و پرسه زدن به حیرانی بیجا انسان به در میاد و رها میشه. خود این هدف و هدفمندی است که انسان رو مفهومدار و معنیدار میکنه. تلاش های انسان و گام های انسان رو استوار میکنند. کاری که ادیان الهی میکنن همین است که به انسان هدف میدن. تمام تلاش ها و تمام کوشش ها میرسه به یک قله و میرسد به خود کلمت الله یلعالی، منتهی میشه بر الله تبارک و تعالی. همه چیز سبیل الله پیدا میکنه، صراط الله پیدا میکنه، اون جهت و غایت و هدف روشن میشه و رسیدن انسان به این مجموعه صفات خداوندی در حد خلق و بشر که این رو در قسمت های قبلی هم بنابر دلائلی توضیح دادم و روشن کردم. محضر بارکتون، رشد اینه، هدف دار بودن و روشن. گاهی انسان متاسفانه این رو ندارد، معلوم نیست، این هدف نیست، سرگردان و این کسی است که هدف رو جابجا کرده. گاه می نفرانیت من اتخذ الهه و هوا، گاه نفس به جای هدف و به جای خدا نشسته است، گاه پول به جای خدا، مال به جای خدا نشسته است، گاه جاه به جای خدا نشسته است، گاه شهوات نشسته است، میل ها، کشش ها، لذت، اینا میشن هدف. یعنی تمام این عمر صرف میشه، تمام این همت رو اگر سوال کنی هدف چیه، دنبال چی؟ دنبال فلان مسئله است، تمام، دنبال این، دنبال اون. یعنی این شد دیگه، این همان است که افرایت من اتخذ الله هم فویلون، این باید ویل بر آن باشد، این همانیست که ره به هیچ کجا نمیبرد به هیچ معنا. اما گاهی ممکنه انسان هدف رو تشخیص داده، شناخته هست که چه هدفی دارد و به کجا میخواد سفر کند و سیر کند، اما متاسفانه در انتخاب مسیر جهتیابی دقیقی ندارد. این خیلی غمانگیزه، این هم خیلی غمانگیزه. یعنی قصه آن است که باید گفت ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی، این راه که تو می روی به ترکستان است، شمال و جنوب است، تو در مسیر دیگه ای قرار داری، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، این شیوه که تو داری حرکت می کنی این شیوه نیست که تو را به کعبه برساند و به مقصد برساند، راه رو به بیراهه و کجراهه بدل کرده ای. نام این چیست؟ زلالت است. اگر راه رو درست یافتیم و مسیر آمدیم، هدایت است. پس ما دو تا مفهوم مهم نیاز داریم در دین، یکی رشد، دوم هدایت. مقصد و مقصود رو بدانیم و آنگاه راه درست رو به سوی اون تعیین کنیم و تعریف کنیم و انتخاب کنیم. فرمود قد تبین الرشد من الغی، ما دقیقا روشن کردیم و تبیین شده است در دین و با دین تمام اون رسیدن به اهداف پاکیزه و روشن و تحیر و سرگردانی و بیخودی و در وادی گمرهی سر کردن. حالا چه باید کرد؟ از ابتدا الله لا اله الا هو تا اینجا فای نتیجه است. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، نتیجه این که هیچ برو برگردی ندارد. فمن یکفر، پس آن کسی که کفر می‌ورزد به طاغوت و ایمان به خداوند می‌آورد، استمساک می‌جوید به عروه الوثقی که لم فسام لها. فمن یکفر، یکفر کفر ورزیدن، انکار کردن و طرد کردن و رد کردن. چه چیزی رو؟ فمن یکفر به طاغوت. طاغوت از ماده طغیان می آید. طغیان یعنی مجاوز الحد، یعنی از حد گذشتن، یعنی سرکشی. منتها استظهار دارید کلمه طاغوت، ما یه وزنهایی داریم در کلام عرب که زیادی رو می رسانند، مثلا فعیل، خیلی آدم شریر، خیلی دیگه شر است، مثلا فرض بفرمایید این وزن، مثلا فعال، خیلی یک انسان دیگه، خیلی عرض به خدمت ضرب میکنه، ضراب، یعنی اون چنان میکوبد که همه رو چنین اون چنان میکنه. اما یه اوزانی داریم که اینها قیاسی نیستن، سمائی اند، اینها هم زیادی رو میرسانن، مثل فعلود. خوب دقت کنید، فعلود
جایی که شما تسلط رو میبینید اما خوب نمیبینید، آن عالم رو میگویند عالم ملک. عالم ملک شما میبینید تسلط خدا را اما متاسفانه خوب نمیبینیم، شفاف نمیبینیم، همه جا نمیبینیم، درست نمیبینیم. اما اگر اون طرف پرده باشه، اونها که اون سوی پرده میبینند، بعد دیگه نمیگن که الحمدلله این طبیب چه طبیب خوبی بود که بچه ما را نجات داد از مرگ. نمیگوین که اگر فلانی نبود که ما از گرسنگی مرده بودیم. اگر من این علم رو نداشته باشم که اوتی تو علا علم، اگر این علم و دانش من نبود که ره به جایی نمی بردم. اون طرف پرده ها، اون سوی پرده نشین ها اینطور نمیگن. اونها استیلا و تسلط خداوند رو میبینند لا غیر. به اون عالم چه گفته میشود؟ ملکوت. این سو که کمی میبینید قدرت رو میشه ملک، اون طرف که فقط قدرت او دیده میشود ولا غیر میشه ملکوت. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اون کسانی که به سر جام جم انگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر توانی کرد، اونهایی که این کارو کردن و ره پیدا کردن، کارشون به اونجا میرسد که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن هر آن که خدمت جام جهنما بکند. این پرده ها برداشته میشود. ملکوت مبالغه در اون تسلط و ملک الهی است. رحموت، رحمت والای خدا رو میرساند. حالا تیعوت از ماده طغیان، البته جا به جایی باید داشته باشه، تغیوت بوده بعد یا و غین عوض شده، شده تیقوت، یه ابدال داره شده شد تاغوت. پس تاغوت یعنی چی؟ یعنی مبالغه در سرکشی، گردنکشی و طغیان. بالاترین حد طغیان چیه؟ طغیان در قبال خداست. هر چیزی که نماد سرکشی و طغیان در قبال خداست به اون تاغوت میگه. یه مفهوم فکری باشد، یه شخص خارجی باشد، یه پدیده بیرونی باشد، هر چیزی که نماد سرکشی یه کامل در قبال ذات قدسی است به اون طاغوت گفته می شود. فرمود فمن یکفر به طاغوت، اون کسی که کفر به طاغوت می ورزد، به هر نماد سرکشی و تعدی در قبال خداوند همه رو زیر پا می زند، به کناری می افکند، و یؤمن بالله و تمام وجودش رو تسلیم خدا می کند، فقط استمسک. اما نکته زیبا اینجا اینه که خداوند از کفر آغاز میکند بعد به ایمان میرسد. فمن یکفر، اون کسی که اول کفر دارد اما کفر به چه؟ به طاغوت، بعد ایمان. دقیقا مرحله همینه است، همون گونه که اشاره کردم. اول باید عزیزان غیر خداوند از صحنه وجود انسان خارج بشه، ولا جایی برای خدا نیست در اونجا که غیر خدا ساکن است. ابتداعاً دیو رو باید از خانه دل برون کرد، و الا فرشته در این خانه نمی آید که خلوت دل نیست جای صحبت از داد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. ابتداعاً باید مظاهر غیر الهی و هر اون چه ضد خداوند است و طاغی در قبال خداست، هر مفهومی، هر فکری، هر شخصی، اینها از وجود انسان و صفحه زندگی انسان به کنار بره، بعد جایگزین شود به ایمان به خداوند، به مظاهر الهی. ببینید دروغ طاغوته، باید برد جای اون باید صدق بیاد. خیانت باید بره طاغوته، جای اون باید امانت بیاد. تمام اینها رو جایگزین کنید، تمام اینها رو کنار هم بچینید. اما قدم اول اینه که باید این تخلیه دست بده تا بعد. باید این انبار رو خالی کرد از هرچه اسقاطی است، دور ریخت اینها رو، بعد اونگاه این رو زیبا کرد و آراست به اون چه شایسته و لازم است. و این خیلی مهمه، تا این دو با هم کنار هم نباشند، حقیقت وحدت در وجود انسان و حقیقت توحید و دین اون تجلی لازم خودش رو پیدا نمی کند. و من گمان می کنم عزیزان ما در قسمت اول مشکل نداریم، در قسمت دوم مشکل داریم. قد تبین الرشد من الغی رو باور داریم. کدوم از شما عزیزان، کدام یک از جماعت مسلمانان عالم است که بگوید کسی با دروغ به جایی می رسد؟ بگوید پیامبر دروغ گفته است که گفته است نجات و فسدق. نعوذ بالله، چه کسی چنین ادعایی می کند؟ همه قبول دارن که النجات و فی الصدق، اما چرا میلنگیم؟
چون فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله نیست، چون هم دروغ میگیم هم راست میگیم، چون گاهی در زندگی دروغ میگوییم مصلحت اگر باشد، گاهی راست میگوییم. خب اگر این چنین شد، فقط استمسک دست نمیدهد. مشکل از اینجاست. تو این کلمه زیبا یا آیه شریفه خیلی باید ایستاد و فکر کرد و تأمل کرد. عزیزان، بارها اشاره کردیم وقتی میخوان آیین هویه رو میارن و میخوان این لحین رو عرض به خدمتون بزنند و بکوبند، میزنند، بعد میبرید خانه میبینید کنده شد، میگید بابا این چه نااستادی بود، این چه ناواردی بود که کار رو به دست نابکار دادیم، نه کسی که به کار است. علت چیست؟ هنگامی که خواست این هویه رو داغ کرد و خواست بزند لحین کاری بکند، اون جایی که باید لحیم بشه نیومد این رو سنباته بزنه، اون چربی ها رو نگرفت، اون قش رو بر نداشت، حالا که این لحیم رو میزنه نمیچسبد، متحد نمیشه، پیوستگی ایجاد نمیشه، استمساک نمیاد، محکم نمیشه. لذا با یه تکانی، با یه بادی که از این طرف بوزه، با یه اشاره، با یه چشمی ابرویی میرمد، با یه حرکت این لحیم از هم جدا میشه، تکان میخورد، این دل پر میزند، با یه مختصر اشارتی، بشارتی و جمله‌ای و سخنی و کلامی و پیامی. چون این استمساک نشده، این محکم نشده، این قشرها و این چربی‌ها برداشته نشده. خدا رحمت کنه قدیمی‌ها وقتی قل اندود می‌کردن این ظرف‌های مسی رو، شاگرداشون چیکار می‌کردن؟ شاگردای مسگری، اصلا خود مسگری تو ورزش داریم، تو نرمش کشتی و فلان اینا مسگری می‌کنن دیگه، یکی از بهترین ورزش‌ها برای به اصطلاح استقامت پا مسگریه. مسگری چی بوده؟ هم مسگری بوده بالاخره. آقا وقتی می‌خواستن اندود کنن این رو با قل، مگر می‌شد این زنگ ها نمی‌ذاره که این قل درست بخوابه روی این مس؟ می اومدن شن نرمه می ریختن روی این مس، بعد این شاگرد مسگر می گفت، استادش می گفت برو، این می رفت تو این ظرف مسی، با پا شروع می کرد این شنهای نرم رو روی این مس چی؟ ساییدن. مسگری می کرد، این زنگ ها می رفت، بعد قل رو می ریختن، اندود می کردن. اگر این کار رو نمی کردن، فردا روز 24 ساعت 48 ساعت یه هفته می گذشت، این مس رو پرت می کردن بر سر این استاد مسگر، می گفتن چطور این رو با قل سفید کردی؟ درست کار نکردی که زنگا بیرون آمد. عزیزان، تا این وجود انسان مسگری نشه، اون قلع الهی اندود و سفید نمی کند جان انسان، به انسان آبرومند نمی شود، روشنی به دل نمی نشیند. فمن یک فرو به طاغوت، باید بگیم شرک، باید بگیم کفر، بعد بیایم به مصادیقش، باید بگیم خیانت، باید بگیم ربا، باید بگیم زنا، باید بگیم مال مردم خوری، باید بگیم تعدی و تجاوز به انسان‌ها، یک بیایید مفاهیم رو باید بگیم، عفاف، تقوا، همه اینها میاد تو وادی. فمن یک فرو به طاغوت، وقتی ضد اینها رو به کناری زد و یؤمن بالله، بعد میشه فقط استمسک بالعروة الوثقی، بعد دیگه متصل است به حقیقت پایدار ابدی و ماندگار، حقیقتی که لمفصام لها. پس مشکل تو این قسمته، تبیین انجام شده، اما مرد فمن یکفر میخواهیم، کسانی که دیگه اینها رو با هم مزج نکنن، ترکیب نکنن، این کفر و ایمان رو، این دو با هم نمیسازد. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول هم تقدم پایینه، باید آینه شو، جمال پری تراتان طلب، جاروب کن خانه، جاروب کن تو خانه، سپس میهمان طلب. فقط استمسک، استمساک به معنای شدت اتصال است، محکم متصل شدن به چیزی. مستمسک می شود به عروت الوثقا، به عروت الوثقایی که لمف سامله ها، مثل اینکه کمی از این آیه باقی موند. این استمساک هم خودش مستمسکش چیه که این استمساک دارد؟ این عروت الوثقا که لمف سامله ها، این هم زیبایی ها و لطافت هایی دارد که گمانه به وقت بیشتری داریم و انشاءالله میگذارم برای فردا شب که در ادامه هم بعد برسیم به الله و ولی الذین آمنو، که ببینیم این چه ولایتی است و چه حمایتی است. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث و فردا شب تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت نورانی ایمان منور و مزین بگرداند، ظلمت کفر را از جانها و دلهای ما به در ببرد،
دست ما را آنی و کمتر از آنی از عروت الوثقایی که لنفصام لهاست کوتاه مگرداند. صلواتی نهد بفرمایید.